سلام و درود گرم خدمت یکایی که شما همراهان و مخاطبین عزیز من داوود قفایی هستم به همراه دیگر همکارانم در بخش فنی در یک ساعت پیش رو این برنامه رو تهیه و تقدیم به شما همراهان عزیز می کنیم امروز جمعه سوم آذر ماه 96 برابر با 24 نوامبر 2017 هست و موضوعی که می خواهیم در برنامه زنده گفتگو و پرسش و پاسخ امروز به اون بپردازیم گران کردن نان و حمله به معیشت مردم هست خبری که سیو، سیو، سیوم آبان ماه گذشته دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که بر اساس آن از اول آذر ماه امسال یعنی روز چهارشنبه گذشته و قرار مصوب شده قیمت نان 15 درصد در استان تهران گرون میشه اما از سوی دیگه روز گذشته مدیر کل تذیرات حکومتی استان تهران اعلام کرده که افزایش اوز اعلام کرده که قیمت نان 32 درصد افزایش داشته البته این با اعتصاب کاهش وزن در چانه یا خمیر نان هست به همین منظور ما در یک ساعت پیش رو به این موضوع و پاسخ به سوالات شما همراهان عزیز میپردازیم جا داره اینجا بگم که این برنامه پرسش و پاسخ به صورت آنلاین در کانال تلگرام سازمان جوانان کمونیست صفحه فیسبوک، اینستاگرام و کانال یوتیوب هم قابل مشاهده هست و همچنین برای آن دسته از عزیزانی که از طریق ما، تلویزیون ما رو دنبال میکنن میتونن از طریق تلویزیون کانال جدید این برنامه رو مشاهده بکنن شما همراهان عزیز هم میتونید در خلال برنامه سوالات و نظرات خودتون رو از طریق شناسی کاربری ادساین اس جی کی تماس به دست ما برسونید و ما هم سعی می‌کنیم به سوالات شما بپردازیم اما با هم در ابتدای برنامه یک ویدیو کوتاه با هم می‌بینیم و برمیگردیم به استودیو با مهمان برنامه با ما همراه این خبرها و زمزمه هست که قرار نون رو گرون کنن شما در جریان هست بله یه چیزایی شنیدین نیه وسط گفتن البته دولتیار میخوان گرون کنن دیگه ما هم این زمزمه هستش که دولت قیمت ها رو ببره بالا بله شنیدیم ولی مردم دیگه خیلی الان همین طوریش موندن میگن با اون خدا نکنه چیکار فلان الان اگه کیفیت نونو برن بالا بهتره که مثلا مردم زورشون نیاد که نونو که به این قیمت میخرن حداقل نون خوب به دست مردم بدیم ولی میاد آردش کیفیتش پایینه نونو بد میدی دست مردم میگه با نون 1300 تومن این رسمیش نیشون میگه با خب این دست ما نیست کیفیت آردم آوردن پایین فقط بجو... بقید این که گرون بشه بعد کیفیت آرد بره بالاتر بدتر میشه میخواستم ببینم که زمزمه های به گوش میرسه که قرار قیمت نون رو افزایش بدن آیا شما از این افزایش قیمت نون راضی هستید؟ دیگه بیشتر از این موقع افزایش بده کنه؟ چی کس گرون موافق نیست موافق گرونه که کسی نیست که من دوبومیش باشم نه موافق نیستم نه. اصلا راضی نیست الان مال سخته برامون بیشتر بیشتر رازی نکنم دیگه جا داشته باشه و شده یعنی دیگه مردم توان خرید نون گرون تر ندارن ندارن نه موافق نیست نه خیلی شما موافق هستید؟ نه خانم نه خانم اصلا کسی میشه موافق باشه چاره میشه. نداری؟ چاره ندارم سخنگوها صحبت از اینه که تورم هر روز داره میاد پایین این تعجب اصلا تحجب میکنم چطور نرخ نون داره هر روز یا نرخ الان کرایه اوتوبوس ها رو دو برابر کردن تاکسی دو برابر نون هم از همین قاعده نیست کلن خودتون از افتایش نیمانید همراهان عزیز ویدیو رو به اتفاق هم دیدیم برگشتیم به استودیو پخش زنده و اینجا با مهمان گرامی برنامه برای موضوع امروز دعوت کردیم از کیان آذر دبیر, دبیر سازمان جوانان کمونیست تا در یک ساعت پیش رو به سوالات شما عزیزان پاسخ بده کیان جان سلام میگم به تو و خوشحالم از اینکه در این برنامه هستیم منم سلام میکنم به تو داوید جان همچنین بینندگان عزیز و امیدوارم که برنامه خوبی رو به مشارکت با مخاطبینمون داشته باشه مرسی کیان کیان حالا در مورد موضوع برنامه اگه به اصطلاح موافقی یه توضیح کوتاهی بدیم موضوع برای بینندگان عزیز باز کنیم و بریم سراغ سوالاتی که به دست ما رسید یه اصطلاحی هست میگه حالا هم زیاد ضرور وصل. بلد نیستم ولی میگه که به گل به سبز سبز بود به <applause> گل شد دقیقا وضعیت خیلی مثلا خوب بود که حالا یه همچین چیزی هم اضافه شد بهش و نکته اینه که ما با روندی رو رو هستیم که اساسا از طرف جمهوری اسلامی که اون هم به هر ترتیب یک مسیر مشخصی رو داره طی میکنه که بخش زیادی از اون اینو از این سر نمیگم که بگم که به اصطلاح توجیه بکنه کار جمهوری اسلامی رو که به هر ترتیب بخواد از زیر تقصیرهاش بکشمش بیرون از این لحاظ هست که این پروسه که جمهوری اسلامی داره طی میکنه یه پروسه ناگزیر هست براش در این حال که به صلاح تمامی مسئولیت به عهده این حکومت هستش ولی به هر ترتیب میخوام بگم که این حمله مستقیم هست به اساسی ترین و اصلی ترین بخش زندگی مردم یعنی معیشتشون که به هر ترتیب مربوط میشه به غذای اونها و یکی از اساسی ترین اقلام مربوط به غذای اونها مخصوصا به صلاح بخش‌های متوسط رو به پایین و طبقات پایین جامعه که نون یک مثلا قلم اساسی مواد غذایی اونها رو در طول روز و حالا سه وعده اگر داشته باشن مواد مصرف غذایشون رو نون تشکیل میده که این اساسا میگم یه حمله وسیع هست که دیگه زندگی آدم ها تو این وسط تحت تاثیر اون و مورد حمله و تهاجم این گرانی قرار خواهد گرفت. مرسی کیان من حالا در خلال برنامه تلاش میکنیم که فایل های صوتی کوتاه رو برای اون دسته از عزیزانی که از طریق کانال تلگرامی ما دنبال میکنن براشون بفرستیم. خوبه که به سوالات بپردازیم. محسنی که از همراهان برای ما سوال فرستاده گفته که آیا گران کردن نان در این شرایط هم به خصوصی سازی سیاست دولت روحانی ارتباطی داره؟ فقط کیان جان اگه بله میتونه آدمیت. ام... گران شدن نان و خصوصی سازی حالا زیاد به... به نمیشه اینا رو یعنی ب... اینها یعنی این یه مقدار نگاهه مکانیکی به این مسئله هست اساسا اینکه ما یه سری تئوری هایی داریم که حالا میخوایم بگنجونیم توی این مسئله نکته ای که وجود داره اینه که روی کردی که جمهوری اسلامی اساسا داره حالا مشخصا توی این دوره دولت روحانی داره حمله به معیشت مردم هست و برای ما می‌بینیم که استراتژی های مشخصی هم توی این رابطه دارن نکته ای که وجود داره خب ما بحث های مختلفی در رابطه با خصوصی, خصوصی سازی داشتیم اینه که توی بخش های مختلف چه معنایی داره روی کرده مثلا جمهوری اسلامی توی این رابطه چی هست اما شخصا دولت روحانی داره چه کار میکنه و ما خیلی مثلا اختصاصی مثلا در رابطه با آموزش این مسئله رو چیکار کردیم به مورد بررسی قرار دادیم نکته ای که وجود داره اینه که این بخش قضیه هم به یه نوعی حالا اگر بخوایم از این زاویه صحبت بکنیم واگذاری بیشتر به تأمین هزینه های زندگی مردم دادنش به بازار دادنش به بخش خصوصی و اینکه به هر ترتیب دولت مسئولیتی در قبال این مسئله نداشته باشه به یه نوعی میشه به مسئله خصوصی سازی هم ارتباطش داد و بگیم توی همون همجهت با این مسئله هست ولی نکته ای که اینجا وجود داره اینه که این پروسه از چند وقت پیش شروع شد یعنی حتی محدود به دولت حسن روحانی که اساسا مثلا ما بحث مربوط خصوصی سازی رو توی این دولت مورد بررسی قرار دادیم نبوده از دوره های قبلی به شروع شد که یکی بعد از یعنی بحث این آوردن که یارانه ها رو قطع بکنن سوبسیدها ها رو حذف بکنن توی این مسئله که اساسا اون سوبسیدها ها در جهت این بود که اون به صلاح کاله های مورد نیاز مردم که برای زندگیشون نیاز دارن که یکی از اونها بر ترتیب مواد غذایی هست که مصرف میکنن با دولت یه سوبسید یا یه ای به اون اختصاص بده تا با یه هزینه به اصطلاح نه چندان گرانی با یه ای که به هر حال توی جامعه بوده دست مردم برسه و مردم بتونن اونو تهیه بکنن نکته این بود که این بحث اومد که خب یارانه ها رو حذف باید کرد و جاش یعنی این ها روی این اقلام اساسی حذف میشه و بعد یه سری یارانه ها به هر شهروندی که مشمول اون باشه پرداخت میشه توی میگم حالا اگر بخوام مشخص به این سوال بپردازم ما توی این جهت هستیم که دولت هایی که توی جمهوری اسلامی میان روی کار اساسا در جهت این حرکت میکنند که مسئولیتشون رو کمتر و کمتر و کمتر بکنن توی به هر ترتیب مثلا تأمین هزینه های زندگی مردم بلد. ولی میگم من این فایل صوتی رو بفرستم فایل بعدی رو بکنم بله ولی اینکه اساسا میگم حالا ما بخوایم اینو فرمولوار توضیح بدیم میگم نمیدونم چقدر مثلا مناسب هست حالا بیایم بگیم این در جهت سیاست خصوصی سازی به جمهوری اسلامی هست یا نه اساسا روی کردی که جمهوری اسلامی داره این هستش که به صلاح چپاول و قارتگری انجام بده سودهای میلیاردی به اون طبقه حاکم که یک سری آخوندهای میلیارده بهشون گفته میشه آیت الله میلیارده بهشون گفته میشه برسن و تمام باندهایی که توی بخشهای مختلف این حکومت هستن و تحمیل و تهاجم وسیعی به سمت به صلاح معیشت و زندگی مردم این کاری هستش که جمهوری اسلامی داره انجام میده از همون ابتدا به ام تا الان حالا اینکه مشخصا آیا این به خصوصی سازی ربط داره یعنی محدودش میکنه میارتش فقط توی یک دوره ای که این بحث خصوصی, خصوصی سازی مطرح شده یا سیاست نئولیبرالی که مطرح میکنن مثلا دولت هایی توی جمهوری اسلامی اونو دنبال میکنن مثلا دولت احمد نژاد یا دولت روحانی محدودش میکنه به صرفا همین دولت ها ولی من میخوام بگم که این یه رویکرد کرده به صلاح مشخصی هست که یه رویکرد کلان هست و به همه طول عمر جمهوری اسلامی بسته به مربوط هستش درست مرسی کیان یه نظر هم خوبی که از شبکه های اجتماعی بخونیم یک کاربر نظرش رو در شبکه های اجتماعی حالا به این شکل بیان کرده از توییتر گفته که نان گران شد در پی آن اقلام غذایی هم گران خواهد شد درصد بیشتری از مردم ایران به خاطر ارزانی نان بیشتر مصرف روزانهشان بیشتر نان است که آن هم گران شد نفتی بر سر سفره های ما نیامد که هیچ نان هم کم کم از آن میرفت این نظر یکی از کاربران شبکه های اجتماعی بود اما همراهی به اسم سحر پرسیده که با گرون شدن نون خیلی از کالاهای دیگه هم گرون میشه و با توجه به اینکه حقوق ها افزایش پیدا نمیکنه و بیکاری سرسام آور آور فشار اقتصادی زیادی به مردم وارد میشه تحمیل فشار اقتصادی و رشد فقر برای حاکمیت چه نفعی داره من اشاره کردم که یه بخشی از این پروسه ناگزیر یعنی جمهوری اسلامی ناگزیر هست یعنی دو تا فاکتور برای جمهوری اسلامی وجود داره اینکه اساساً این حکومت یه حکومت ضد مردمی ضد انسانی هستش و بنیانش بر اساس سودرسانی و چپاول سروت های مردم ایران هست به نفع اون طبقه حاکم به نفع اون آیت الله میلیاردر و حواریونی که دارن توی ورطتی اطراف جمهوری اسلامی هستن یه بخشش اینه یعنی اساسا روی کردیم که این حکومت داره در جهت ایجاد رفاه برای مردم ایران نیست برای بخش عظیمی از جامعه ایران نیست برای طیف خودشون فقط این بخشش برمیگرده برای نمی... اون بخشی که نمیخواهد این حکومت قصد این رو نداره نمیخواد که در جهت رفاه این جامعه گام برداره یه بخش دیگه قضیه این هستش که موقعیت و ساختار و اون شالوده ای که جمهوری اسلامی داره بهش اجازه نمیده توی اون جهت هم بخ... اگر بخواد هم حرکت بکنه. در نتیجه ما با یه حکومتی هستیم یک تناقض در خود داره. در عین حالی که اساسا روی کرد این حکومت، در جهت ایجاد رفاه و اصلاح امنیت توی زندگی مردم نیست. در یک جهت هم موجودیتش، با همین بحران هاست موجودیتش برای اینکه بتونه سر پا بمونه. باقی بمونه یک همچین وضعیتیه که ما شاهدش هستیم یک مشت باندهای به اصطلاح باندهای مافیایی دزد که بر سر اینکه کی سود بیشتری بگیره دارن با هم رقابت میکنن و این ساختاری هست که جمهوری اسلامی با ازش به وجود اومده و اینجوری هم داره چیکار میکنه زیست میکنه نمیگم میتونه ادامه بده ولی داره اینجوری زیست میکنه و به این مناسبات به این ساختار به این به اصطلاح مجموعه فاکتورایی که داره یعنی ساختار سیاسیش ساختار اقتصادیش یه سری بحران هایی رو داخل خودش چی؟ تولید و باز تولید میکنه و برای اینکه بتونه به هر ترتیب بقا داشته باشه و به طول عمر خودش ادامه بده مجبور هست این بحران ها رو مجبور هستش این به صلاح فشار ها رو به, طبقات به طبقات به مردم بیاره به طبقات ضعیف جامعه بیاره اونها رو به صلاح این فشار ها رو رو گردای اونها بگذاره و ما شاهد مدام به صلاح تهاجم و حجوم مداوم این حکومت هستیم به اشکال مختلفی به زندگی مردم یعنی میخوام بگم که این, این یه به تناقض در خود هست که شامل این دو قسمت هستش که از شامل نمیخواهند و نمیتوانند اگر بخوام به زبان ساده توضیح بدم و نکته ای که وجود داره توی برای همین ما شاهده این مسئله هستیم که این حکومت مدام قوانینی که تصویب میکنه جهدگیری که داره استراتژی که داره به صحبت های سرانش که گوش میده از خامنه گرفته تا حسن روحانی تا سران دیگرش همه در جهت این حمله به معیشت حمله به حق و حقوق مردم به استثمار بیشتر و به اصطلاح سوداوری بیشتر برای خودشون هستش یعنی اینکه بتونن استثمار بیشتری بکنن سود بیشتری کسب بکنن ثروت بیشتری رو چپاول بکنن و بحران هایی که به وجود میاد رو هزینه هاش رو و فشارش رو روی گرده به صلاح بخش عظیمی از جامعه ایران که حالا به عنوان مثلا طبقه کارگر ایران یا به هر ترتیب زحمتکشان ایران توی جامعه ایران هست شناخته میشن بندازن روی به اصطلاح گرده ای اونها با یه همچین لحظه من این فایل بفرستم فایل بعدی رو اکتیو بکنم حتما بله ما با یه همچین وضعیتی رو به رو هستیم یک برای همین این حکومت یا حکومت حکومت مافیایی هست حکومتی هستش تشکیل شده از باندهای مافیایی که بر سر به دزدی چپاول با هم رقابت دارند و اینکه کدومشون به دست بالا داشته باشه توی قدرت سیاسی توی این مجموعه ای که هست با هم دیگه رقابت دارن ما با یه همچین به اصطلاح صورت مسئله رو, رو هستیم اسمش هم هست جمهوری اسلامی که برای همین حمله به معیشت مردم جزء از اصطلاحاً ذات این حکومت هست این درست. حکومت به این دلیل ضد انسانیه به این دلیل به ضد مردمی هست برای اینکه این, این فاکتورها رو درون خودش داره و بودنش یعنی تهاجم به حق و حقوق مردم و از زدن به اصطلاح انواع اقسام به هر ترتیب مسائلی که به هر حال زندگی مردم رو بهتر میکنه این حکومت در جهت این هست که اینا رو بزنه و با این چیزها هست که به اصطلاح میتونه سرپا خودش رو نگه داره دوست. مرسی کیان کیان یه تعداد نظر کاربران در شبکه اجتماعی به دست ما رسیده و یه تعداد دیگه سوال اینجا من دو تا سوال هست که فکر میکنم اگه بتونیم یه جا پاسخ بدیم چون شباهت دارن به هم سوالات کاربری به اسم جواد گفته که راهکار چی هست تا کی باید هر از چند با این فشار و استرس در سطح گسترده مواجه بشیم و نتیجهش بشه عصبی شدن مردم و به جون هم افتادن مردم خب اه، اه، راهکار اه... دو تا سوال رو من باش، با پس... هم بخونم چون رب داره به هم مهران هم گفته با سلام و احترام در این شرایط که زندگی و شرایط اقتصادی مردم روز به روز بدتر میشه و مردم در شرایط اقتصادی وخیمی هستند مگر وظیفه حکومت و دولت حمایت از مردم در برابر فشارهای زندگی و اقتصادی و حمایت از اخشار محروم نیست مگر قرار نبود دنیای ما دنیای ما رو جمهوری اسلامی بسازد حالا چه شده که مدام دست در جیب مردم می کند و قیمت اجناس اساسی و ضروری را افزایش می دهد. مگر مردم چقدر توان و تاب تحمل دارند دولت و حکومت صدای خورد شدن استخانهای مردم را چرا نمی خب به یه نوعی حالا نکاتی که مهران گفته میتونم جوابم شروع کنم بله آره. بله به این نوعی نکاتی که مهران گفته رو فکر کنم توی سوال قبلی جواب دادم که چرا این حکومت حمله میکنه چرا این کارا رو داره انجام میده تو یه توضیح دادم توی به اصطلاح سوال قبلی اما دوست دارم بیشتر سر این راهکار چی هست و بعد چه باید کرد در مقابل این مسئله راهکار به یه نوعی توی سطحی جامعه ایران داره راهکارش رو ارائه میده و تغییر ریشه‌ای وضعیت موجود هست برای اینکه ما شاهده این هستیم که به هر حال یک جدالی هست بین یه بخش عظیمی از جامعه ایران با این حکومت و مردم نگاه میکنن میبینن که فرزند شخص خامنه ای نمیدونم روحانی لاریجانی ها و همه این کسانی که به هر ترتیب توی این حکومت هستند حالا از بالاش گرفته تا پایینش تا مثلا هواریون این حکومت میشه گفتش که زندگی برای اینا مجانیه نه تنها زندگی برای اینها مجانی هست بلکه به اصطلاح سودهای میلیارد میلیارد اینها دارن چیکار میکنن چپاول چی میکنن چه به صورت نقدی چه به صورت غیر نقدی یعنی حتی زندگی هزینه های زندگی که برای اونو داره توی یک سطح با استاندارد بسیار بالا که در حد مثلا سوپر سرمایدارهای بین المللی شما باید دنبال اون, زند... اون, سبک زندگی بگردید سران جمهوری اسلامی و اه... کسانی که توی این حکومت هستن دارن اون س... اونجوری زندگی میکنن و اون سبک زندگی کردن با تمام هزینه های سرسام که داره واسه این افراد مجانی در میاد یعنی به هزینهش رو کی داره میده؟ هزینهش شو بخش عظیمی از مردم ایران که دارن صبح تا شب برای به زندگیشون میجنگن هزینه رو دارن اونها میدن به خاطر همین یک طرف یعنی مردم اینو با چشم خودشون دارن میبینن که به بسلا چرا بدبخت هستن چرا از تأمین هزینه های زندگیشون به بسلا ناتوان هستن به خاطر اینکه یک اقلیتی اون بالا دارن در بسلا یک شکل همونطور که گفتم با رفاه بسیار بسیار بالای ولی اون سبک زندگی براشون مجانی در میاد این یک برای همین در تلاش هستند که این وضعیت رو تغییر بدن نکته بعدی اینه نا. که نکته بعدی رو تو یه فایل صوتی اکتیو بکنیم بله نکته نکته بعدی این هست که به هر ترتیب دیگه اینجا بحث بر سر بود و نبود زندگی میلیون ها نفر آدم هست توی جامعه ایران و نکته ای که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم اینه که این میلیون ها نفر آدم روزانه و هفتگی و ماهانه میبینن که داره بخش های مختلفی از زندگی اونها دچار فروپاشی میشه و ما به یک نوعی شاهد این هستیم که ادامه این روند یعنی از همپاشیده شدن شیرازه به صلاح زندگی میلیون ها نفر و جدالی که جامعه داره انجام میده برای اینکه میخواد به صلاح از زندگی از حد اقل های باقی مونده توی زندگی این میلیون ها نفر آدم چیکار بکنه محافظت بکنه حداقل اونا رو نگه داره مثل اینه که جامعه لب پرتگاه ایستاده و دیگه بیشتر از این نمیتونه بهش تهاجمی صورت بگیره و سر به سقوط خواهد کرد توی اون پردگاه در نتیجه این جدالی که الان بخش عظیمی از مردم ایران دارن با اون حکومت انجام میدن بر سر زندگی هست بر سر بود و نبود میلیون ها نفر آدم اینکه بتونن چیکار بکنن توی حداقل استانداردی بتونن زندگی بکنن در نتیجه یه بخشی همونطور که گفتم روندی که جامعه داره طی میکنه برای تغییر بنیادین به وضعیت موجود و به خوبی بخش عظیم این مردم میدونن که اگر قرار هستش که وضعیت موجود تغییر بکنه به صورت ریشه ای و از زندگیشون یه مقدار بهتر بشه جمهوری اسلامی باید بره. یعنی باید سرنگون بشه این نقطه مشترکی هست که بین اقشار مختلف مردم ایران وجود داره و سر این یه وحدت و سر این یه به اصطلاح اشتراک عمل و اشتراک نظری وجود داره و این جهتیه که ما شاهدش هستیم این جنبش های اعتراضی جاری دارن پیش میبرن اما نکته که وجود داره در مقابل این مسئله یعنی الان بحث ما گران شدن نون هست که داره اتفاق میفته این هستش که جامعه پاسخی که باید بده اینه که شما یعنی حکومت و دولت حق نداره بخواد مثلا چه بکنه اقلام اساسی و کالای اساسی که یکیش همین یکی از اصلی ترین هاش همین نان هستش رو گرون بکنه این حرفی هست که جامعه با حکومت داره که شما نباید گرون بکنی شما موظف هستی که اون چیزی رو که حذف کردی یارانه هایی رو که حذف کردی هایی که حذف کردی رو بذاری روی اینها تا گرونتر از اون چیزی که ق... حتی در قبلم بوده تحویل مردم داده نشه یعنی میخوام بگم که یه مبارزه یه به صلاح خیلی پایهی تر و اساسی تر رو جامعه داره جلو میبره تو همه ارسه برای تغییر وضعیت موجود با اون حکومت که میدونه که تغییر این وضعیت به صورت کلان در گروه اون مسئله است که بندازه این حکومت رو داره اون جنگ رو انجام میده و این مربوط به این هفته و هفته قبل و ماه قبل هم نیست یه مبارزه بلند مدت هست که داره پیش میبره ولی ای که هست در رابطه با این مسئله مثلا گران شدن نون جنگی که وجود داره اینه که دولت حق نداره این کار رو انجام بده و این مسئله باید با اعتراضات وسیعی که از طرف مردم، مردمی که به هر حال میگم اه، اه، سه وعده، اگر هم سه وعده غذایی داشته باشن میخواد سه وعده غذا بخورن یک قلم اساسیش نون هست رو الان باید بخشی از اون رو حتی حذف بکنن یعنی مقدار کمتری رو مصرف بکنن برای همین این باید با یک اعتراض وسیعی در شهرهای مختلف حالا میدونم فقط توی استان تهران داره این یعنی اصلا پروژه پیش برده میشه که این به خواست خودش به یه نوع محک زدن کل جامعه هست که آیا در این استان میشه این رو پیاده کرد فایل بفرستم فایل بعدی رو اوکی. ولی خب یه نکته دیگه هم هست که اینی که الان گفتن در سطح استان تهران قرار در آینده هم الان ابلاغ کردن به استانداری های کل استان های کشور برای این هست به یه نوعی جمهوری اسلامی یکی از سیاست هاش همیشه این هستش که به صورت مرحله ای و قطر چکانی یه به صلاح پروژه ای رو جلو میبره درست. برای اینکه ببینه که آیا با تحاج... با... آیا با اعتراض جامعه روبرو میشه یا خیر اگر ببینه با اعتراض جامعه روبرو نمیشه اون رو میره به صورت سراسری هم پیاده میکنه ولی اگر بب... ببینه با یک اعتراض به اصطلاح از طرف جامعه روبرو شد اون وقت اما اگرها میاد وسط که حالا این بحث کارشناسی نیست از این بحث هایی که مردم خودشون انجام میدن برای همین این مسئله اه... 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 اگر بخوام که مشخص بگم چه مثلا چه کاری باید انجام داد اون مبارزه پایه رو که گفتم که داره انجام میگیره اون سر جای خودش و توی دل این مسئله موضوع گران شدن نان با باید با یک اعتراض وسیع از طرف جامعه در مقابل این موضوع اتفاق بیفته که دولت حق نداره حکومت حق نداره نان رو گرون بکنه میگه هزینه ها رفته بالا میگه هر مسئله پیش اومده باید روش به صلاح دولت هزینه رو بده دولت باید اون هزینه رو تأمین بکنه حالا به اسم سوبسید به اسم یارانه یا به اسم هر چیزی که هست ولی نباید قیمت ها بره بالا قیمت ها نب... نباید به صلاح ما شاهد گران شدن نون باشیم و چیزی که میتونه جلوی این پروژه رو بگیره جلوی این امر رو بگیره اعتراض وسیع مردمی هست در مقابل این مسئله ما توی دوره قبلی هم با این موضوع مواجه بودیم مثلا حدود ده سال پیش اگر اشتباه نکنم با گرون شدن بنزین که اونم باز یک به قلم اساسی توی زندگی مردم بود ما با شورش شهری در سطح شهر تهران روبرو بودیم به صورت وسیع که به هر ترتیب حتی مقطعی هم شده جلوی اون گرون شدن رو گرفت و گفتم دوباره اومدن گفتم باید بحث کارشناسی بشه و یه مقدار حالا هرچند چند کوتاه مدت ولی عقب افتادیم مثلا مرسی کیان برمیگردم به تو بینندگان عزیز امیدواریم که تا این لحظه برنامه خوبی رو شاهد بوده باشین یه تعداد پیام و نظر صوتی به دست ما رسیده به اتفاق اونا رو میشنویم و برمیگردیم به استودیو با ادامه برنامه سلام میکنم به شما و بینندگان خوبتون سوال من در این رابطه است که آیا بیشترین دلیل این اه، تورم اه، کمبود منابع طبیعی مثل بارون یا دزدی و قارت مسئولین زیرفت توی وادرات و تولید کردن گندمه یا اینکه صرفا این موضوع به دلیل عدم مدیریت نادرست هستش لطفا در مورد دلیل این تورم بیشتر توضیح بدید با سلام و خسته نباشید و تشکر به خاطر انتخاب یه موضوع به این مهمی خب ما میدونیم که قوت اصلی اکثریت مردم ایران نون هستش و خب الان حاکمیت دست برده به ابتدایی ترین ابتدایی ها و در واقع با سیاست های غلطی که دنبال کردن امروز نون هم گرون شده ما میدونیم که دولت حسن روحانی با وعده بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت فرهنگی تونست ادعی رو مجاب بکنه که بیان رأی بدن به جمهوری اسلامی ولی خب الان تقریبا 8 سالش گذشته و ما میبینیم که این دولت تقریبا تو همه عرصه ها شکست خیلی مفتزهانه خورده چه وضعیت اقتصادی چه وضعیت فرهنگی و خب باید واقعا نسبت به این جریان افشاگری بشه باید دستش رو بشه که مردم دیگه در واقع فری به این افراد رو نخورن که باید بخوان برن بهشون رأی بدن و در واقع مهر تاییدی بزنن به بقای همچین حکومتی وضعیت اقتصادی امروز ایران بسیار بد است حاکمیت در همه ها مدیریت در واقع های مدیریتی شکست مفتزهانه خود شد در واقع در همین زلزله اخیر استان کرمانشاه دیدیم که مردم چجوری کمک کردن دولت چقدر در واقع نقش کمک رسانی که نداشت بلکه حتی مخرب هم بود من نمیدونم الان توی ایران امروز دیگه واقعا نون بربری و نون سنگک تبدیل به کالاهای لوکس شده دیگه اونایی که در واقع ژن خوب دارن و آغازاده هستن گویا میتونن صبح نون بربری با پنیر لیغوان بخورن این بسات واقعا توهین و تحقیر هست به مردم ایران مردم باید خیلی معترض باشن خیلی باید در واقع به این حاکمیت تعرض بکنن و اصلا نباید اجازه بدن این وضعیت اسفناک و غیر انسانی بهشون تحمیل بشه من دو تا سوال در پایان مطرح میکنم یکی اینکه چطور میشه هر چه بیشتر در واقع افشاگری کرد پیرامون این جریانی که اسم خودش رو داشته اعتدال جریان فریب کاری که فقط حفظ نظام دغدغش هست و هر روز مصیبت بیشتری رو به این مردم تحمیل میکنه و دوم اینکه چطور مردم میتونن متشکل بشن و یک بار برای همیشه شهر این جمهوری کثیف اسلامی رو هم از سر مردم هم از سر مردم ایران منظورم هست هم از سر مردم منطقه و کل جهان بکنن این حاکمیت جز فساد جز کشتا جز بی حقوقی هیچ دستاورد دیگه نداشته واقعا بس جونمون به لبمون رسید این حاکمیت دیگه باید واقعا سرنگون بشه و خب تنها راهش اینه که مردم متشکل بشن و به دست خودشون تا یک انقلاب مردمی این حاکمیت رو به زبالدون تاریخ بسپرن لطفاً پیرامون تشکل سازی و انقلاب و در واقع اینکه چطور میشه حاکمیت رو خود مردم به دست خودشون از بین ببرن هم تو این برنامه صحبت کنید مرسی سلام خسته نباشید من در مورد برنامه امروزتون میخواستم بگم که جمهوری اسلامی تو ایران یه شرایطی رو به وجود آورده که باعث شده نون روز مواد غذایی اصلی مصرف روزانه مردم بشه ولی حتی به نونی که به نون خالی که تو سفره مردم هست رحم نمیکنه و از اونم میخواست سهم و منبع درآمد داشته باشه از این ور از سفره مردم کش میره و از طرف دیگه کامیون کامیون کمک برای سوریه میفرسته من نمیگم به مردم سوریه نباید کمک کرد فقط میخوام بگم این حکومت اگر مردمی بود مردم نمی زیر آوار میمردن و با هزار و یک بد وقتی دست و نرم بکنن در حالی که حکومت با افزایش قیمت و با اختلاس و غیره از مردم بدوزده و واسه گسترش تروریزم تو منطقه خرج بکنه مرسی ممنونم از برنامه خوبتون بله بینندگان عزیز برگشتیم به استودیو پخش زنده و نظرات و سوالاتی که همراهان ما از طریق فایل های صوتی برای ما ارسال کرده بودن رو به اتفاق هم شنیدیم جا داره اینجا دوباره اشاره بکنم که این برنامه به طور لایف از کانال تلگرامی سازمان جوانان کمونیست صفحه فیسبوک، اینستاگرام و کانال یوتیوب سازمان جوانان کمونیست قابل پخش هست و شما عزیزان هم میتونید در خلال برنامه و در وقت باقی مونده نظرات و سوالات خودتون رو از طریق شناسی کاربری ادساین از تماس به دست ما برسونید کیان جان برمیگردم به تو سوالات نظرات کاربران رو شنیدیم اشاره کرده بودن به دلیل تورم و گرانی و اینکه چطور به اصطلاح میشه متشکل شد و اینکه حالا طوری شده وضعیت معیشتی در ایران که به اصطلاح نان به عنوان یک کالای لوکس تبدیل شده خوبه که به این سوالات هم بپردازیم من از اولین سوال شروع میکنم سوالی که یکی از همراهان تو صوتی گفته بود که چطور میشه مردم متشکل بشن و در مورد تشکل سازی خواسته بود که توضیح بدیم و اینکه چطور میشه از این وضعیت خلاصی یافت خب این بحث این بحث تشکل یابی سازمان بحث به روز هست یعنی بحث گفتمان روز جامعه هست الان از ایران به عنوان جامعه جنبش های اعتراضی یاد می کنند جامعه ای که به شدت در حال تشکل یابی هستش تو عرصه های مختلف الان سازمان های مردم نهاد داره به وجود میاد یه اتفاق مثل زلزله که میفته و متاسفانه تعداد زیادی جون خودشون از دست میدن یا آسیب میبینن به سرعت جامعه سازمان پیدا میکنه حول این مسئله و میبینیم که حتی چجوری واکنش نشون میده چه نتایجی به بار میاره و این نشون دهنده از یک جامعه ای هست که این جامعه به شدت امیدوار پویاست بالنده است به شدت در حال تحول و امیدوار به تغییر وضعیت موجود هست برای همین این بحث تشکل یابی سازمان یابی، بحث به اصطلاح گفتمان در صدر جامعه هستش و ما میبینیم که به صورت خیلی گسترده در حال روی دادن هست توی بخش های مختلف جامعه نکته اینجا نیست اتفاقا فکر میکنم که این یکی از نقاط قوت جامعه ایران یعنی ما این در اینجا نقطه ضعفی نداریم که مثلا بگیم جامعه الان روی مسئله به اصطلاح تشکل یابی مشکل داره یا فکر میکنه که کار خوبی نیستش گیر به نظر من جامعه ایران یک جای دیگه است یعنی مانعی که وجود داره بهتر اینجوری بگم یک جای دیگه است و اونم مسئله توازن قوای سیاسی بین مردم ایران و جمهوری اسلامی هست یعنی همه این مبارزات رو که نگاه میکنید در جهت این هست برای اینکه اون جدال و اون مبارزه و اون تلاش بیاد به جایی برسه که جامعه بتونه بر سر مسئله قدرت سیاسی جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه و بحث بر سر بود و نبود این حکومت بشه الان ما میبینیم که مثلا جنبش های اعتراضی وجود دارن بر سر مسائل عرصه ای حالا با حت... حتی اینم باید اشاره بکنم که دو... شاید در سر مسئله محیط زیست جنبش جوانان جنبش دانشجویی زنان علیه اعدام زندانیان آزادی زندانیان سیاسی و خیلی مسائل دیگه ای باشه ولی نکته اینه که اون چشماندازی که بازم درست توی مثلا در رابطه با جنبش نوین رهای زن مبارزه داره صورت میگیره یا محیط زیست است ولی باز اون چشماندازی که تو همون جنبش هم وجود داره حالا اون جنبش عرصه ای که مورد اشاره هست باز یک جهانبینی به اصطلاح تا... یک نقد طبقاتی و یک جهانبینی بر اون جنبش سوار هست به از پلتفرماش از خواستهایی که داره بیان میشه از طرف فعالین اون عرصه که یک جهانبینی هستش که وام گرفته از آخرین دستاوردهای بشری مربوط به 100 سال 200 سال گذشته در غرب هست یعنی داره از اون وام می... استفاده میکنه با... با توجه به این فاکتور ولی نکته ای که وجود داره اینه که همه اینها خوبه ولی ناکافیه و اینم اتفاقا خود مردم ایران بهتر از همه میدونن که ناکافیه است اما مسئله اینه که اون چلنج که داره انجام میده با جمهوری, با جمهوری اسلامی و جدالی که داره میکنه بیاد سر مسئله قدرت سیاسی و بود و نبود این حکومت یعنی یک جدال اردیانی بر سر این مسئله انجام بگیره و این کی اتفاق میفته زمانی که به هر ترتیب اون توازن قوای سیاسی که مردم احساس میکنن که میتونن حجوم ببرن حمله ببرن به سمت حکومت و بر روی, بر روی بود و نبود این حکومت اوریان مستقیما به صلاح به جنگم این حکومت اون فاکتوری هست به نظر من که تعیین کننده است و نقش برجسته ای تو این مسئله ایفا میکنه یه نکته دیگه من این فایل بفرستم فایل بعدی رو اکتیف بکنم بله علاوه بر نکته قبل نکته دیگری که وجود داره که به نظر من نیاز هست توی این دوره بهش توجه بیشتری بشه خب این تشکل هایی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم به هر ترتیب بسیار بسیار مثبت بالنده و نقطه به اصطلاح قوت جنبش 99 درصدی های ایران و همون طبقات پایین جامعه زحمتکشان طبقه کارگری که داریم ازش صحبت میکنیم هستند اگر رویدادی که به اصطلاح رویداد سیاسی بخواد توی جامعه ایران اتفاق بیفته که اون به انقلابی باشه که مردم علیه جمهوری اسلامی انجام میدن همه وجود تک تک این به اصطلاح تشکل ها سازمان هایی که داریم میگیم سازمان های مردم نهاد هستن اتحادی هایی که مستقلا به وجود میاد تشکل که مستقل به وجود میاد همین جنبش های اعتراضی که وجود داره با این پلتفرم و چشم اندازی که من بهش اشاره کردم همه اینها به سلول های اون انقلاب و سلول های وسلا اون جنبش عظیمی هستند که در مقابل جمهوری اسلامی خواهد ایستاد اما نکته ای که من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم اینه که اون چیزی که به عنوان نکته دوم ناکافی که میخوام بهش اشاره بکنم مسئله حزبیت هستش یعنی خود اون تشکل ها اتحادیه هایی که وجود داره چه در جنبش کارگری چه در جنبش های دیگری که وجود داره بسیار بسیار عالیه و باید بیشتر از این هم بشه ولی نکته ای که وجود داره اینه که جامعه برای اینکه بتونه علیه جمهوری اسلامی بلند و سرنگونش بکنه احتیاج به یک رهبری سیاسی داره احتیاج به یک حزب سیاسی داره که بیاد و به اصطلاح اون جنبش عظیم رو چیکار بکنه رهبری بکنه از نظر سیاسی ما توی این زمینه هم به اصطلاح جامعه ایران یه به اصطلاح خلعی وجود داره که بخشن به خاطر مسئله سرکوب بوده سرکوب سیستماتیکی که طی چند دهه به وجود اومده که هزینه بردار کرده برای جامعه به صلاح از طرف حکومت هزینه بردار شده اگر شما میخواستی مثلا فعالیت متشکل حزبی انجام بدی و بگی من عضو یه حزبی هستم فعال فلان حزب هستم ولی بخشا باز مسئله فراتر از خود مسئله سرکوب هست یعنی یک سنت قوی توی فضای سیاسی وجود داره که کار حزبی کردن رو ملامت میکنه سرزنش میکنه و به کار فردی کردن کار غیر حزبی کردن رو به نقطه مثبت میشماره و یک ارزش گذاری میکنه نکته بعدی یعنی ولی به هر ترتیب واقعیت موجود در مقابل ما اگر قرار هست در مقابل یک پدیده اه اه به اسم جمهوری اسلامی که یک حکومته یک دولت به یک دولتی است و این یعنی یک به سازمان در مقابل ما یک سازمان وجود داره که خودش رو چیکار کرده سازماندهی کرده از طریق زندان از طریق ارتش از طریق سپاه از طریق زندان ها از طریق دادگاه از طریق گارد ضد شورش انواع اقسام به صلاح. سازمان های مختلفی که آن خودش به وجود آورده و در اختیار به رادیو تلویزیون و روزنامه و همینا رو در اختیار خودش کرده بودجه سرسام اقتصادی رو در جهت بقای خودش حفظ امنیت خودش داره خرج میکنه این یک تشکل و یک سازمانی هست به اسم دولت یا حکومت در مقابل اگر میخوایم اینا شکستش بدیم ما هم احتیاج به چی داریم تشکل داریم اون هم نه صرفا تشکل های مستقل عرصه ای حال توی جنبش کارگری یا داخل جنبش دانشجو احتیاج به یک حزب سیاسی هست که بتونه چیکار بکنه رهبری سیاسی بکنه و این فاکتور هم به نظر من در جهت اینکه بتونیم توی شکست دادن جمهوری اسلامی پیش بریم و به اصطلاح موفق تر از این چیزی که تا الان بودیم عمل بکنیم یه فاکتور اساسی هست یعنی بحث تشکل یابی وقتی میشه که مردم چجوری میتونن به جمهوری اسلامی فائق بیان یه فاکتورش اون توازن قوای سیاسی که بهش اشاره کردم یه بخش دیگهش برمیگرده به همین مسئله اینکه ما علاوه بر این تشکل ها و سازمان های مردم نهادی که مردم توی بخش های مختلف ایجاد کردن و به اصطلاح هژمونی طبقاتی نقد طبقاتی به هر ترتیب یه جنبش مشخصی بر سر این جنبش‌های های مثلا مشخص وجود داره، احتیاج به یک رهبری سیاسی، تزوّد یه حزب سیاسی هم موجوده و یه فعالیت با. حزبی داشتن توی این رابطه. اینم باز فاکتور مهمی هست. مرسی, مرسی کن من یه تعداد نظر سوال دیگه به دست ما رسیدم، سعی می‌کنیم حالا با توجه به وقتی که در اختیار داریم بهشون بپردازیم. یه نظری که از شبکه های اجتماعی اه، اه، برای ما فرستادن اینی که نان رو پنج برابر گرانتر کردن برق رو گران کردن گاز رو گران کردن آب رو گران کردن و غیره به جاش چند قاز یارانه دادن الان میگن یارانه ها رو هم قطع میکنیم نظر دیگه دیگهی که برای ما فرستادن اینی که دولت میگوید قیمت نان را 15 درصد اضافه کرده است البته طبق معمول دروغ میگوید چون با کاهش وزن نان نسبت به سال 93 قیمت نان 32 درصد گرانتر شده است هشتگ دولت دروغگویان مهری همراه دیگه هست برای ما نظرش اینطور ارسال کرده گفته که قبلا یه مختصر سوبسیدی به نون و بقیه اقلام ضروری داده میشد همه رو دارن پشت سر هم قطع میکنن و براشون مهم نیست قش زحمتکش چطور زندگی خودش رو میگذرونه به نظرم این موضوع رو میشه تو دانشگاه و توسط دانشجویان در سمینارهای دانشجویی در مورد وضعیت اقتصادی بهش پرداخت و یا در اعتراضات کارگران و بازنشستگان و معلمان نظر شما چی هست و حالا اگه به اصطلاح موافقی که اینو در یک فایل جواب بدیم و اوکی، حتما میتونم اشاره کنم ببینید اتفاقا خیلی الان مدت هست که این مسئله خیلی علنه تر از قبل داره مورد بررسی قرار میگیره ما شاهد سمینار ها همایش ها کنفرانس های مختلفی هستیم توی سطح دانشگاه ها و حتی خارج از دانشگاه در رابطه با همین وضعیتی که ایجاد کرده جمهوری اسلامی برای زندگی مردم حالا چه توی جه... جا... اون سیاست خصوصی سازی یا طرح کارورزی که اصطلاحا بیگار ورزی بهش گفته میشه باشه چه توی به هر ترتیب اون روی کردی که به صورت کلان این حکومت داره بسیار به صلاح اهمیت هست برگزاری همچین سمینارهایی که گرفته بشه در سطح شهرها و در سطح دانشگاه ها نکته ای که وجود داره در کنار این مسائل احتیاج به یک سازماندهی اجتماعی هست برای اعتراض به این وضعیت یعنی محدود شدن به این یک حتی روشنگری کار آکادمی کار مثلا آگاهگری صرفا ان انجام دادن از طریق سمینار و همایش باز هم این مسئله ناکافی هست به خاطر اینکه اون دولت یا جمهوری اسلامی بر ترتیب گام های عملی برمی داره برای اجرایی کردن این قوانین و س... به سیاست هایی که تصویب کرده و باید در مقابلش گام های عملی برداشت میگفتم اون سمینار خوبه باید این کار کرد باید بیشتر این کار انجام داد باید این رو تبدیل کرد به گفتمان که اتفاقی داره میافته روی دولت چیه جمهوری اسلامی روی چی است ولی در مقابلش بایستی چی کار کرد به صلاح گام های عملی برداشت به طور مثال مال باختگان یک پدیده ای هست که ما دیگه الان میبینیم چند ماه تو خیابون ها دست به اعتراض دارن میزنن این یک گام عملی هست که داره اتفاق میفته ما بایستی در جهتی جلو بریم که در رابطه با تک تک همین مسائلی که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم گران شدن حالا نان بحث ما هست برای چیزهای دیگه هم در کنارش گرون هستن و دارن گرون میشن نه اینکه نان هم ارزون نبوده چیز گرون نبوده نان هم گرون بوده داره گرونتر میشه حتی ولی باید گام های عملی برداشت یعنی باید در مقابلش اعتراض صورت بگیره حق... همونطور که مالباخته ها حقانیت دارن بیان توی خیابون و دست به تظاهرات بزنن و بگن که به ما حقمون رو میخوایم مردم هم حقانیت دارن برای اینکه بیان توی خیابون برای اینکه به صلاح خودشون رو به تظاهرات بکنن اعتراض سازمان بدن برای اینکه بگن که این ما زندگی نمیتونیم بکنیم با این گرون شدن با این به وضعی که برای ما درست کردید یعنی میخوام بگم یک گام عملی باید گام های عملی این برداشت در کنار اون سمینار رو به همایش هایی که داره برگزار میشه و این به نظر من جوابگوی این به وضعیتی هستش که جمهوری اسلامی ایجاد کرده بسای جامعه ایران مرسی کیان کیان یه میان برنامه با هم میبینیم حالا برمیگردم به تو بینندگان عزیز یک میان برنامه با هم میبینیم و برمیگردیم با ادامه برنامه کاری قاسبی هم هر قدرت خرید مردم کم شده تو بازار جوان ما شدن نسل سوخته همه بیکارن تورم گرونی هم روز به روز بالاتر افت کرده بازار رکود اینا زیاد و اینا واقعیت های اجتماعی ما تو این واقعیتی وجود نداره اون چیزی که تو آمارا نشون میده اون نیستش واقعا واقعیت رو خودش نمیگه رئیس جمهور حالا چهار صبح تو پشت فرمانی تا نوده شن. یه پشت هم کار میکنیم باز هم با کره خونه و با قرش نمیسیم وضعیت اقتصادی همون خیلی خرابه دیگه خرابه دیگه دوباره داره یه فنری از تورم جمع میشه پس تو لایه های زیرین برین میبینین که ممکنه زیاد اونجوری که تو لایه های بارلایی نمایش داده میشه خیلی اون در اون حد شاید محکم و استوار نیست راضی که نیستیم وضع اقتصاد کشور خیلی خرابه وضع اقتصادی که مشخص وضعیت مردم وضعیت افت بازار رو میبینیم خب مشخصی که وضعیت اقتصادی خیلی بدیه نمیخونه دقمون به خرجمون همه الان یک سال دارم زحمت میکشن کار میکنن و به هیچ جمع نمیرسن مغازه رو شما نگاه کنید به غیر از فروشنده ها کسی دیگه هست مردم درگیر یومیان قشن شرکت همه پیمانکاری هم شرکت همه مشکل دارن همه چیز دارن هم پیچیده است دیگه قدرت خرید خیلی کمه الان ست پسر بزرگ من دارم هر سه تا بیکارن کار ندارم همون که برای تحریم ها جین هم میگوتن تحریم تحریم همه تحریم سر جای خودشه همراهان عزیز میان برنامه رو به اتفاق هم دیدیم برگشتیم به استودیو پخش زنده و ادامه سوالات شما عزیزان کیان جان امیدوارم که تا اینجا برنامه خسته نشده باشی بریم سراغ سوالت اگه موافق باشی سمیرا گفته که سلام و خسته نباشید مهمان برنامه کیان آذر اشاره میکنه به توازن قوا به نظرتون الان توازن قوا به سمت مردم نیست مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس ایران گفته که گفته که همه مسئولان با یک دیگر اختلاف دارند در واقع اعترافی هست که میگه که میگه خودشون بین خودشون درگیر هستند وقتش نرسیدی از اختلاف بین جناهی به نفع مردم استفاده کرد خب جواب من به این سوال این هستش که بله توازن قوا خیلی نسبت به شش ماه پیش خیلی بیشتر به نفع مردم چرخیده نسبت به یک سال پیش چون که یه مبارزه ای داره صورت میگیره من توضیح دادم گفتم که جامعه ایران مختصاتش چیه جنبش های اعتراضی چی کار دارن میکنن چه تاثیراتی میذارن یعنی ما همینجور که نگاه میکنیم نسبت سال به سال توازن قوا بیشتر به نفع مردم چرخیده و این کاملا مشهود هستش و نکته ای که وجود داره اصلا اساس اون اختلافاتی که جناهای حکومت باندهای حکومتی که با همدیگه پیدا میکنن دلیلش همین وجود این اعتراضات موجود در جامعه هست که خودش رو به اون شکل توی, این توی اون اختلافات نشون میده نکته من بر سر این هستش که یک روانشناسی جمعی توی جامعه وجود داره که به صلاح مردم احساس میکنن که الان میتونن همونطور که گفتم نه صرفا بر سر مثلا مسئله آزادی زندانیان سیاسی نه بر سر مثلا فرزن حقوق زنان صرفا یا بازنشستگان بلکه بر سر مسئله بود و نبود جمهوری اسلام یعنی مشخصا دیالوگی که رد و بدل میشه جدالی که داره صورت میگیره بین بخش عظیمی از جامعه و به حکومت بر سر بود و نبود حکومت هستش درست. مردم این رو میدونن که مشکلشون از کجا آب میخوره سرچشمش کجا هست منشه این مشکلات کجاست نه اینکه نمیدونن ولی موضوع اینه که اون به صلاح احساس همگانی که توی جامعه به وجود میاد که احساس میکنه زورش الان به حکومت میرسه و میتونه مستقیما بهش حمله بکنه و بگه میندازمت سرنگونت میکنم میزنمت کنار توی یک دوره های مشخصی هست که این فضا و این توازن قوا به جامعه احساس میکنه به اندازه وجود داره که میتونه این به نه تنها بیان بکنه بلکه پراتیک بکنه اون رو بلکه به عمل بکنه بیاد به صورت توده توی خیابون و بر سر مسئله قدرت سیاسی بود و نبود حکومت به جنگه و این رو مستقیما و به صلاح علنا و آشکار بگه مثلا مثل دوره مثلا مثل 88 اعتراض ۸ وقتی شروع شد درسته اولش بر سر مسئله به سر بهانه انتخابات بود و اینا ولی سری صورت مسئله عوض شد صورت مسئله واقعی اومد وسط مردمی که این حکومت رو نمیخواستند و جدال سر این شد ما توی یک چ... مثلا دوره فرزن 5 6 ماهه شاهد این مبارزه بین به بخش عظیمی از جامعه ایران با حکومت بودیم دیگه بحث سر این نبودش که حالا مثلا صرفا مثلا بریم توی خیابون به طور مثال نه اینکه اونها کم اهمیته یا ارزش کم ارزش بحث کیفیت جدالیه که جامعه داره برای تغییر وضعیت موجود داره انجام میده دیگه بحث بر سر این نبود مثلا سر مسئله دفاع از محیط زیست یا مثلا اه، 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 کم آبی کارون مردم دارن میان توی خیابون یا مثلا بر سر یه موضوع دیگه ای دارن میان به طور مثال علیه اعدام فلان نفر دارن میان توی خیابون یا آزادی زندانی سیاسی تظاهرات هایی که توی خیابون انجام می اعتراضاتی که به صورت چند ست هزار نفره چند هزار نفره و میلیونی داشت انجام می بر سر جمهوری اسلامی بود این یه کیفیت دیگه هست منظور وقتی میگیم توازن قوا و این رو جامعه یک روانشناسی عام داره یعنی عمومی داره از وضعیت سیاسی اصطلاح موجود که احساس میکنه الان میتونه بج... مثلا به جمهوری اسلامی حمله بکنه و بر سر بود و نبود خود حکومت باهاش جدال بکنه ده. این منظورم از اینکه گفتم توازن قوای سیاسی ها یا این توازن قوا رو احساس میکنن به اندازه‌ای هست به نفعشون که سر این مسئله بیان جدال بکنن یا نه ب... به هر ترتیب خود این یه فاکتور مهمی هستش که یعنی یه بحث مهمیه توی این فضای سیاسی درست. ایران که به هر حال تمام تلاش جامعه هم این هست که برسه به اونجا و, و, توی اون به فاز جمهوری اسلامی رو چلنج بکنه درسته کیان همکارانم هم به من میگن که پنج دقیقه تا پایان برنامه فرصت نداریم و یه تعداد سال دیگه پیش رومون هست خوبه به اینا حالا کوتاه بپردازیم اگه امکان داره فرامرز از اینستاگرام سازمان جوانان کمونیست برای ما سوال فرستاده و گفته که در اروپا هم اجناس سوبسید ندارد چرا ما در ایران به این حرکت دولت ایران معترض هستیم آیا تفاوت در وضعیت طبقه کارگر یا دستمزد هست یا دیگر موارد خب ببین ما با... یه نکته رو که من بخوام اینجا اشاره بکنم سرمایه‌داریه که داخل اروپا مثلا اروپا وجود داره داخل آمریکای شمالی اون چیزی که به اسم سرمایه‌داری متعارف ما میشناسیم که به هر ترتیب توی مثلا یه جایی مثل سوئد هست بلتپ این کار کرده این نوع سرمایه‌داری اون به اصطلاح تورم یا گرانی رو هم داخل شاهد هستیم مثلا هر چند وقت یک بار چند سال یک بار یه به اصطلاح کالاها چی میشن گرون میشن و میخوام بگم که اینجوری اینجا هم اینجوری نیستش که اصلا ما با پدیده تورم یا گرانی روبرو نباشیم اما اصلا قابل مقایسه نیستن اینا با هم دیگه با اون چیزی که توی ایران ما باهاش روبرو هستیم نه از نظر به اصطلاح اون روند سعودی که داره این گرانی و تورم طی میکنه و نه حتی دوره ای که هر چند وقت یک دفعه مم. یه چیزی گرون میشه مثلا در هر دو صورتش نمیشه این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کرد نکته بعدی هم این هستش که این سرمایه داری که ما در قرب باش رو به رو هستیم توی او کار کرد خودش یک نیمچه و یک حداقل به صلاح رفاهیاتی یا استاندارد یا قدرت خریدی واسه طبقه کارگر او توی اروپا به وجود میاره هم توی سوخت و ساز خودش هرچند که بازم توی این سالها ما شاهد به کاهش این مسئله یا حمله به همون همین حد اقلی که میگم هستیم که داره حمله صورت میگیره ولی توی این کار کرده سرمایه داری متعارف ما شاهد هستیم که یه رفاهیات ابتدایی مثلا حد اقلی برای طبقه کارگر یا مثلا به ترتیب مردمی که متوسط رو به پایین هستن به وجود میاد یه قدرت خریدی براشون وجود داره شما قدرت خریدی که طبقه کارگر مثلا داخل اروپا داره رو نمیتونی با قدرت خریدی که مثلا داخل ایران طبقه کارگر داره اصلا مقایسه بکنه اصلا قابل بس. مقایسه کردن نیستن برای همین میخوام بگم از این جوانب این تفاوت و هستن که با هم دیگه دارن و نکته ای که برمگرده به سال فرامرز این هستش که ما با اون روندی اون سرمایداری عقب مونده و چیزی که به اسم جمهوری اسلامی داخل ایران باهاش رو به رو هستیم من تو طول برنامه توضیح دادم که چه اتفاقی داره میفته اینجا حتی با اون, با اون تعریفی که خود سرمایداری جهانی یا سرمایداری متعارف داره جمهوری اسلامی هیچ خونه همخانی نداره اینجا یه, یه بصلا باندهای مثلا مافیایی حاکم هستن و دولت دستشونه و اساساً به قوانین و سیاست هایی رو دارن وضع میکنن که بلکه بتونن به مدت زمان بیشتری رو حاکم باشن و سودهای میلیاردی بیشتری رو چیکار بکنن از توی جامعه ایران از ثروت های مردم ایران چپاول بکنن این اتفاقی هستش برای همین میخوام بگم این دوتا مقایسه ای. این دوتا با همدیگه به کار درستی نیست درسته کیان وقت برنامه ما رو به اتمام هست و یه چند تا سوال دیگه هست خب وقت نداریم که بهشون بپردازیم ولی خب سوالی که هدیه برای ما فرستاده تو سوالات قبلی ما پرسیدیم و تو بهش پاسخ دادیم من اینجا سوال هدیه رو میخونم هدیه گفته که نقش جوانان بخصوص که خیلی از جوانان با بیکاری مواجه هستن چی میتونه باشه آیا لازم نیست جوانان هم رو هم رو به متشکل شدن بیارن و در محله ها متشکل بشن در این زمینه چه راهکاری دارید چطور میشه جوانان رو به این سمت تشویق کرد که نسبت به مسائل اقتصادی حتی بیشتر از پدر و مادرهاشون حساسیت نشون بدن با توجه به اینکه جوانان میتونن نیروی فعالی در شرایط اعتراضی باشن حالا در حد یک دقیقه به من میگه یک دقیقه فرصت داریم که سال هدیه رو من این انتظار رو <applause> با 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 اجازه من اینو بله من این انتظار رو به صلاح ستایش میکنم از اینکه بلتب این سوال خیلی تکرار میشه که مثلا متشکل بشه جامعه تشکل پیدا بکنه این دو تا پیام رو به ما میرسونه یکی انتظاری که جامعه از خودش و از بقیه شهروندان داره در جهت اینکه به هر ترتیب این وضعیت مناسب و در مثلا مناسب مردم ایران نیست این وضعیتی که به وجود اومده در خور مردم ایران نیستش در خور هیچ انسانی نیست در هیچ نقطه کره زمین ولی این انتظار، یعنی این یک انعکاس یک انتظار هست وقتی که یه همچین سوالاتی مطرح میشه نکته دوم اه، اه، این هست که به خوبی توقع جامعه رو میرسونه که جامعه مدام یک شرایط انقلابی یک شرایطی که شما فقط توی یک دوره های انقلابی با اون رو به روح هستید رو مطالبه میکنه برای تغییر وضعیت موجود برای همین مدام یعنی شما میبینید که توی جامعه داره تشکل یابی صورت میگیره سازمان یابی صورت میگیره علا رقم این همه سرکوبی وجود که وجود داره علا رقم این همه به صلاح هزینه هایی که برای فعالین سیاسی و اجتماعی و بخشای مختلف جامعه جمهوری اسلامی به وجود میاره ولی تلاش جامعه در اون جهت رو کاملا میشه دید بس. ولی نکته ای که وجود داره من میخوام بگم که این حالت این توقع و انتظار بالایی هست که جامعه میذاره که ما اگر قرار هست شرایط تغییر بدیم باید به کدوم سمت حرکت بکنیم بب. برای همین مدام هی این سوال مطرح میشه بب. این مسئله مطرح میشه مرسی که. یه نکته دیگه ای که خارج از این بحث خیلی کوتاه در ده ثانی خارج از این بحث میخواستم بگم در جهت این هست که ما خیلی مواقع میبینیم که تحلیل هایی میاد مخصوصا از, طریق، از طرف رسانه های راست جامعه از طرف جریانات راست افرادی که بر ترتیب متعلق به جریانات راست هستند میاد بر سر این مسئله که چرا جامعه ایران یه همچین وضعیتی داره یک همچین سیاست ها و گرایشاتی که جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه قوانینی که داره وضع میکنه شما ببینید با همین تورم گرانی گران شدن نان و بقیه چیزایی که وجود داره بیکاری این ترجمه این تو زندگی مردم یعنی چی؟ ترجمه این تو زندگی میلیون ها نفر یعنی چی؟ یعنی از هم پاشیدن زندگیشون یعنی به صلاح تنفروشی بیشتر، اعتیاد بیشتر، خودکشی بیشتر و یک جامعه به صلاح وقتی توی این موقعیت قرار میگیره اون علت رو ندیدن ریشه قضیه رو ندیدن و جامعه رو مخاطب قرار دادن که اشکال انگار توی مردم هست اشکال انگار توی جامعه هست به نظر من به شدت به شدت نادرست نادقیق هست و این نه اثر ناآگاهی نیستش بلکه اثر این هست که این جریانات از به صلاب زاویه دیگری غیر از منافع مردم نگاه میکنن به وضعیت موجود برای همین ما مدام توی مسائل مختلف میبینیم که توی همه اتفاقاتی که میفته یقه مردم گرفته میشه و به جای اینکه یقه حکومت گرفته میشه که این اساسا میگم مخصوص گرایشات و رسانه های راست جامعه درست. هستش مرسی کیان خسته نماشی خیلی ممنون از این, این که در این برنامه همراه ما بودیم بینندگان عزیز به این شکل به پایان برنامه گفتگو و پرسش و پاسخ امروز رسیدیم شما عزیزان هم میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز نظرات و سوالات خودتون رو از طریق شناسی کاربری ادسان SJK تماس به دست ما برسونید اینجا من در استودیو به همراه دیگر همکارانم شیرین شمس و آرش یزدان در بخش فنی تا برنامه دیگه شبها و روزهای خوبی رو برای شما آرزو میکنیم